سیاسی رئیس الوزرای امارت اسلامی در دیدار با سفیر قطر برای افغانستان گفت است که امارت اسلامی خواهان ایجاد روابط با کشورهای اسلامی و جامعه جهانی و میانجیگری قطر است. مولوی عبدالکبیر در دیدار با سعید بن مبارک الخیارین گفت امیدوار است ارسال کمک های بشر دوستانه به کابل افزایش یابد. قطر هرچند حکومت امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسد اما روابط نزدیک با امارت اسلامی دارد و میزبان گفتگوهای آمریکا بوده است. این گفتگوها که همچنان کماکان ادامه دارد. این در حالی است که مؤسسه نظرسنجی کالوب کم پیشتر از یک هفته پیش افغانستان را ناامن‌ترین کشورهای جهان اعلام کرد. معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان در این نشست گفته است که افغانستان امن است اما بعضی از حلقات مغرض وضعیت را وارونه جلوه می دهد. این موضوع را در زاویه امشب به بحث و بررسی می گیریم. از شما دعوت می کنم تا پایان برنامه همراه من باشید. به نام خدا. با سلام بینندگان عزیز ارجمند برنامه زاویه تلویزیون راه فردا، شما را خوش آمدید میگم به این برنامه. من زکی علیزاده هستم. در زاویه امشب قرار است در خصوص درخواست معاونت رئیس الوزراء از سفیر کشور قطر در امور افغانستان مبنی بر این که از قطر خواست است برای ایجاد روابط افغانستان با کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان منجگری نمایند. این موضوع رو با کارشناسان برنامه و بحث و بررسی میگیریم. مهمان من در این برنامه جناب آقای درویش حدید، تحلیلگر مسائل سیاسی در استودیو همراه ماست و همینطور جناب آقای قاسم ظفر را از طریق اسکایپ از کشور آمریکا خواهیم داشت. آقای حدید سلام، بر شما وقت بخیر. علیکم سلام، خیر سلام. خیلی ممنون، سلامت باشین. در نخست میخوایم یک ارزیابی شما را داشته باشیم مبنی بر اینکه امارت اسلامی خواستار ایجاد روابط با کشورهای اسلامی و کشورهای جهان شد. البته در این راستا از قطر خواسته که میانجیگری بکنه. بین اول یک نگاه بندازیم به اینکه پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی روابطش چطور بوده با کشورهای اسلامی، با کشورهای جهان چگونه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زم خپل سلامونه از تاسو لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ او سلامت اوسئ. بدون د شک که تاسو فکر وکړئ لومړی ځل دپاره کله چې امریکا او طالبان د سولې پروسه شروع کوي چې تر دې ځای پورې راځي، دغه د حکومت چارې په لاس کې دي. دغه یوازنی ادرس چې و دوها، یعنی قطر و. په اوس وخت کې که تاسو فکر وکړئ په نړیوال سازمان کې د قطر وزیر د خارجې ډېر روښانه دریځ خپل د اوسنی وضعیت د افغانستان په اوسنی وضعیت او خصوصا د امریکا سره په اروپایي ټولنې سره وړاندې کوي چې دغه کم وړاندیزې چې ورته وکوي ارتباط په د افغانستان د حکومت په راتلونکي باندې کوم بحث درلودی روښانه کړل چې باید رسیدګي وشي چې خوشبختانه نن خپله د اسلامي امارات لوړ پوړی د رئیس الوزرا مرستیال، سیاسي مرستیال چې دا په رسنیو کې درزو کوي له رایه وویلې. خو قطر هیواد لکه څنګه چې د دوحې تړون له رایه معلوم دی، یوازنی ادرس زما په خیال چې څومره امریکا او نورو هیوادونو ته چې د افغانستان د رسمیت پیژندلو خبره ده او د نړیوالې ټولنې سره هغه کوم تمایل چې دوی لري، د قطر هیواد برلاسه ده نسبت د نورو هیوادونو څخه. تاسو د پاکستان دغه پرون د شانګهای څو ورځې مخکې د شانګهای کنفرانس کې هم دغه خبره جدي وڅېړل شوله. هغه همسایه هیوادونو هم په دې باندې تمرکز درلودی چې څنګه وکولی شي د افغانستان دغه اوسنی وضعیت ته د حل لاره پیدا شي. خو قطر پکې برلاسه په دې ده چې د سولې پروسه یا د طالبانو د راتګ هغه اصلي منبع د امریکا سره او د افغانستان د تیر حکومت سره د قطر و. نو په همدې لحاظ باندې دا د افغانستان خلکو دپاره یو زیری دی، د افغانستان د حکومت دپاره یو زیری دی چې انشاءالله راتلونکي کې به ډېر زر حتی د کو که تاسو فکر وکړئ تقریبا څو ورځې وړاندې ما هم ستاسو د دغه سټوډیو له لارې دا خبره وکړله چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به
تاسو د دې شاهد اوسئ چې د وسنی حکومت د امارات اسلامي د حکومت د رسمیت پیژندنې خبره به ډیر زر پر رسنیو کې درج وکړي او د دې حکومت یو لړ پوره چارواکي به دا خبره وکړي چې خوشبختانه دا خبره وشوله. خو دلته بیا هم او دلته تاسو وګورئ د هیواد نه د باندې بعضې حرکتونه پیل شوي دي. حکومت دې ته اړ شوی دی چې څنګه هغه کوم قرارداد یا کوم د دوه تړون چې لاسلیک شوی دی هغه ته رسیدګي وشي. خو یوازې رسیدګي د حکومت خبره نه ده، باید نړیواله ټولنه هم په دې باندې تمرکز خپل ولري. هغه کومې وعدې او کوم تعهدونه چې شوي دي باید هغه ته رسیدګي وکړي. خو زه بیا یو ځل بیا وایم چې برلاسی خپله د قطر حکومت دی، باید دا تضمین خپله د قطر حکومت کړی و، ځکه چې میتونه کشور قطر ای تضمین که شما اشاره میکنین تضمین کنه به کشورهای اسلامی و کشورهای جهان و منطقه، اینکه روابطی خوب و حسنه بین امارت اسلامی و سایر کشورها ایجاد شود. البته خوب ما میدونیم که قطر روابط بسیار نزدیک و خوب با امارت اسلامی داره و شما اشاره کردین دست بالایی را داره و همینطور میزبان گفتگوهای آمریکا بوده. ببینید شما اگر فکر بکنین قطر در شرایط کنونی و در قرن امروز شما شاهد تقریبا یک مابات یک المپیک جهانی هم هستیم. قطر بله. کشوری است اگر تنها ربط روابط و نزدیک بودنش تنها بر حکومت یا با امارات اسلامی نیست، یا بسیار روابط نزدیک با خود کشورهای اروپایی هم داره، خصوصا سازمان ملل، خصوصا امریکا. بله. کشورهای دیگر قطر میتونه کرده که این بازی را برآورده، چرا که تضمین بسیار بزرگ داده شده بود در کنار تضمین و موافق هم شدن که چطور بتونه اینا ببینن که بسته یک حکومتی که به نام جمهوریت داشتیم رفت کنار و طالب حاکم میشه و هم نقش داشته قطر. اگر نقش نمی داشت بسیار واضح یک بلند رتبه حکومت امارات اسلامی نمیتونست گفته بگوید که ما از طریق میانجیگری، تنها میانجیگری نه که موافق میشوند، تنها بحث قطر نیست. قطر روابط خود که کتی کشورهای خصوصا کتی امریکا بسیار، اگر ما شما ببینیم اگر قطر با دید بسیار پایین ببینیم یک کلان اشتباه است، مگر قطر موقف خود و در وضعیت فعلی در تنها با وضعیت افغانستان نه، قطر یک بازیگر بسیار که از کدام زاویه پیش میاد و چرا مستقیما میاد در بحث کشور، با خصوصا در بحث کشور برنامه افغانستان ما شما که داریم که بازی میکنه، این واضح معلوم است که قطر یک کشوری است که دنیا سرش حساب میکنه. چون شما اگر از لحاظ دیپلماسی، اگر از لحاظ بحث اقتصادی شما بپردازین، ما بیشتر گفتم که یگانه قطری که در ساله فعلی و کنونی که بسیار در صدر بالا است، این بازی که به نام المپیک جهانی است، شما ببین 5 میلیون مردم یا مهمان نوازی میکنه. بله. و اشتراک میکنه. این در صدر اقتصاد اگر ما بپردازیم، یک اقتصاد بسیار بزرگ اگر ما شما به حساب بدیم، اقتصادی میگین بله. برجسته میتونن کمک کنه برای میانجی، هم از لحاظ اقتصادی برجسته است که دنیا سرش حساب کرد. بله. و خصوصا امریکا، و هم از لحاظ میانجیگری که فعلا در کشور ما در وضعیت کنونی هستم میتونه کرده که موفق بازی بکنه. شما آقای حدید، شما گفتین که قطر میتونه نقش میانجیگری را به صورت موفقانه اجرا بکنه در ایجاد روابط امارت اسلامی با کشورهای اسلامی و با کشورهای جهان، اما فراموش نکنیم که بنبست سیاسی امروزی امارت اسلامی که هنوز نتونسته مشروعیت داخلی و بین المللی را به دست بیاره، مربوط به عدم پاسخ به پیشرفت‌های میشه که کشورهای جهان، کشورهای اسلامی، تقریبا گفتم میتونم همه کشورهای دنیا یک دست آمدن اینا را پیشکش کردن. تشکیل دولت فراگیر، رعایت حقوق زنان، رعایت حقوق اقلیت‌های مذهبی و قومی و هم موارد های دیگه که شما را می دانین، فکر می کنین در این عرصه ای بار
قطر موفق شوه که پاسخ مثبت از امارت اسلامی بگیره تا کشورهای دیگه هم روابط برقرار بکنه و حتی زمینه بر رسمیت شناسی فراهم شوه؟ چون اگر این پیش شرط ها پذیرفته نشه، خب بسیار بعید است که بسیاری کشورها بخواهی روابط حسنه و خوبی را با امارت اسلامی داشته باشه. در قطر هیواد که تاسو وګورئ دغه کوم سیاسي حرکتونه چې وسم پیل شوي دي، او خصوصا امریکا ور باندې حساب کوي، یا قطر دې ته غاړه خدا یا دای تضمین کړی دی چې زه کولی شم ځکه دلته هیوادونه نور هم ول، خو ما مخکې ویلی کېدای شو چې دغه تضمین پاکستان کړی وی، کېدای شو چې ایران کړی وی، خو نسبت د نورو هیوادونو موږ او تاسو که د همسایه هیوادونو ته نظر وکړو، همسایه هیوادونه تر اوسه پورې په دې ګراف کې هم نشته، او د دې وړتیا هم نه لري چې دومره یو مهمه مسله چې د یو ملک مسله ده دا په غاړه واخلي. دغه سیاسي حرکتونو سره هم د قطر خبرې روانې دي، ځکه د قطر هیواد او د افغانستان دواړه خپله یو مذهبي ټولنه اسلامي ټولنه دي، اسلامي هیوادونه دي، نو دغه موضوع ته هم د اسلامي هیوادونو نوم ورکول شوی دی. امریکا هم په دې باندې، نړیواله ټولنه، غربي هیوادونه ټول په دې باندې دا فکر کړی دی چې یوازنی ادرس چې موږ کولی شو چې د افغانستان دغه اوسنی بحران چې ورسره لاس په ګرېوان دي ته د حل لاره تنه دغه ادرس دی. دغه کوم شرایط یا کوم وړاندیزونه چې مخکې ویل لکه د ښځو حقوق یا نور مسایل یا اقتصادي وضعیت، دا کولی شي چې قطر دا کار وکړي، ځکه دغه منبع د همغه لومړي سر نه، دغه منبع دغه د سولې پروسه، د طالبانو راتګ، د طالبانو د نظام، د جمهوریت نظام ړنګول، یا دغه ټوله برنامه د همغه ځای نه رامخته شوله، نو کولی شي په دې باندې دنیا دا په دې باندې ډېر دا ښه فکر دی، او دا ښه وړاندیز هم دی دا چې قطر منلی ده. زه څومره چې ماته اوس دغه سیاسي حرکتونه چې اوس د هیواد نه بهر شروع شوي دي، کولی شي چې دوی ځان د قطر په هیواد کې دوی ځان خپل وویني، ځکه قطر د غټ تضمین دپاره ټولو سره دا داسې باید دته په ډېر لرې سطحه ولیدل شي چې دغه کوم حرکتونه چې پیل شوي دي دا په دې معنی دا خبرې مخکې روانې وي، نو ځکه طالبان هم دته اړ شوي دي، اسلامي امارات هم دته اړ شوی دی چې لکه څنګه چې په هغه تړون کې چې کومې خبرې شوي دي چې په دې کې د ښځو حقوق برلاسه دی، دې دپاره د غاړې ښودلو خبره د نورو احزابو یا سیاسي سیرو یا سیاسي حرکتونو سره په تمایل دوی خبرې کوي. انشاءالله راتلونکي کې به تاسو د دې شاید اوسئ چې امروز فراموش نکنیم که امتحان کنکور نتایج اعلان شده و در ده بهترین یا ده تنه که در رتبه اول قرار داره هیچ خانومی یا دختر خانومی دیده نمیشه، هرچند که ما سالهای پیش شاهد بودیم که دختر خانوم آمدن نمره اول شدن، دوم شدن، سوم شدن و همینطور، ولی امسال در ده بهترین ما حضور خانوم ها را نمیبینیم، دختر ها را. امیدوار هستم که اونچه که شما میگین در آینده نه چندان دور ما شاهد وضعیت بهتر زنان باشیم. بحث دیگه ای که در دیدار معاون رئیس الوزرای امارت اسلامی با سفیر قطر مطرح شده آقای حدید، بحث امنیت است. صحبت شده افغانستان کشور امن است و امنیت فراهم است، هرچند که ما شاهد انفجارها، انتحارها هستیم و مرکز آموزشگاه چند روز پیش، همین هفته گذشته، سر وزارت انکشاف دهات مورد حمله قرار گرفت، تعداد اونجا زخمی شدن، شهید شدن. خب اینها نشان از ناامنی است و البته تنها در کابل نیست، در جاهای دیگه هم هست. ما شاهد ترور شدن بعضی هستیم، گزارش ها میرسن که مثلا بعضی از دختر خانم ها بدون دلیل بازداشت میشه یا به اصطلاح میبرن به جای نامعلوم انتقال میشه. اینها نشان از ناامنی هاست. فکر میکنین که چقدر دولت قطر در این راستا هم میتونه بر امارت اسلامی در حقیقت مشوره بده یا کمک کنه که اگر خواهان ایجاد روابط حسنه با کشورها هستین، این مورد هم باید توجه جدی میشه؟ که زه په اوسني وضعیت ته موږ او تاسو وګورو، بدون دا چې زه تاسو وویلې دا زه سل په سلو کې منم تاسو سره، نسبت د نارینه او ښځینه په اوسني وضعیت کې هغه روحي توازن چې دی ډېر خطر راغلی دی، نو په همدې لحاظ دغه یو لامل همدغه دی. لکه څنګه چې مخکې د کانکور په امتحانونو کې یوه خور، یوه نجلۍ په لسو بهترینو کې یوه نه چې درې څلور راتلل، دلته تاسو دا فضا وګورئ، فضا همداسې یو
داسې او فضا ده چې هغه بیره هغه ډار اوس هم په دلته شته ده او د دې تر څنګ تاسو وګورئ چې یو کال په جریان کې هغه نجلۍ چې مخکې غوښتل چې په کم انداز باندې هغه خپل زده کړو ته دوام ورکړي مطالعه وکړي کتاب ووایي دغه ذهن اوس تر اوسه پورې آماده نه دی دغه یو لامل ده او بل دلته د حکومت دا به د حکومت پالیسي هم داسې وي چې ځکه دلته هغه ډېر فشار او هغه ډېر نیوک هم چې ده د نړیوالې ټولنې د خصوصا دغه د ښځو بخش ته راجې ده لکه د ښځو حقوق دی د ښځو د کار حق دی او د مکاتبو مسله ده دا هغه تاسو وګورئ یو شی بل هم تاسو ته وایم لکه پرون ابل د صدیقې نوم په جلی په نوم باندې چې هغه نوی حرکت پیل شو دلته بعضې حرکتونه دي چې د یو اړخ څخه د یو طرف څخه د دغه نظام په مقابل کې سپونسر کیږي نو که چېرته دا چې دغسې حرکت په دننه په دغه قلمرو کې جوړیږي باید خپله حکومت سره دوی هماهنګي ولري لکه پخوا غوندې موږ خپله کله به چې موږ یو مظاهره کوله یا موږ چې یو حرکت پیلوي موږ ټول حکومت په جریان کې اچو د حکومت په نه جریان اچولو کې حکومت مجبور او مکلف دی ځکه دلته که خبره د امنیت کیږي خبره د نامنۍ کیږي خو د دغسې حرکتونو څخه په استفادې سره هغه دښمن چې غواړي چې وضعیت هغه ته واچوي خدای ناخواسته بې امنیتي رامنځته شي نو طالبان او حکومت اقدام کوي چې تر څو د دغسې حرکتونو مخه ونیسي که چېرته حکومت سره په هماهنګۍ سره تنه دلته که د مدني ټولنو یا د دغسې حرکتونو خبره وي خو موږ هم د دې مدني ټولنو برجسته غړي زموږ دوستان چې دلته دي مګر کوم حرکتونه چې پیلېږي که د نظام په ننګونه باندې ځکه دا خو اوس که موږ ومنو که ونه منو دغه نظام د اوسني نظام د مشرانو دپاره د منلو نظام دی باید د افغانستان خلک د خصوصا مدني ټولنې دوی سره په هماهنګۍ باندې دغسې حرکتونه پیل کړي که بیا پیل نه کړي بیا بېلګه همدغه رقم ده او پات شو د قطر د هیواد د دغه خبرو د تضمین ما مخکې تاسو ته وویلې چې قطر دې ته اړ دی قطر تنها دغه موضوع د سینه ده چې دغه دوه ورځې مخکې دا خبره را درځي وکړي پر رسنیو کې او موږ تاسو نن پی پاس کوو په دې باندې دغه یو کال په جریان کې داسې هیواد نه و قطر یوازینی هیواد دی چې کیدای شي چې د طالبانو سره یو ځای یا د امریکا سره یو ځای دغه برنامې ته دغه دپاره یو داسې طرحه جوړه کړې ده چې نن دغه د سبا د دې شاهد به اوسئ چې تنها د افغانستان د رسمیت خبره نه په مختلفو اړخونو کې ځکه اوس موږ په داسې یو پیړۍ کې ژوند کوو چې دا یو مډرنه پیړۍ ده طالب هو هغه پخوانی طالب نه دی چې دوی اوس مګر زه یو خبره باید بیا تاسو ته وکړم چې طالبان د طالبانو حکومت مشران دوی په یو دایره راغلي دي که موږ او تاسو حالا سوالی که مطرح میشه آقای حدید فکر میکنین که واقعا بدون اجرا شدن همین پیش شرط هایی که جامعه ملل بله. کشورهای منطقه و حتی کشورهای اسلامی آمدن بله. مطرح کردن گفتن که خوب این پیش شرط هایی که من نام بردم اینا رو باید امارت اسلامی رعایت بکنه باید بهش توجه بکنه در همین نزدیک کشورهای همسایه همگیشون آمدن موضع گرفتن اعلان کردن که باز امارت اسلامی میخوایم در زمینه تشکیل دولت فراگیر باید تلاش کنه بله. حقوق زنان و موارد دیگه فکر میکنین که بدون پاسخ مثبت دادن به اینها سوی امارت اسلامی باز هم ما میتونیم که نقش میانجیگری قطر موافقانه اعلام بکنیم؟ خب یو سلسله شرایط د طالبانو په دا تړون کې موجود دو تنها داسې نه ده چې اوس نړیوالو ته که همسایه هیوادونه دي که اسلامي هیوادونه دي دوی ته بله بهانه نشته ده یوازینۍ بهانه د ښځو د حقوقو ده اوس زه نه پوهېږم چې دغه د ښځو حقوق د تعریف دغه دنیا دغه امریکا یا خصوصا دغه اوس دغه اسلامي هیوادونه چې کوي دا په کوم منوال باندې کوي په دغه باید روښانه شي زه یو شی تاسو ته وایم خو دلته دوی د حکومت دعوه کوي البته فراموش نکنم که بسیار مشخص است در کشورهای اسلامي و کشورهای جهان یکی هیچ زنی به خاطر زن بودن و دختر بودن خود از تحصیل محروم بله، نشه بله. از کار محروم نشه و حقوق اساسیشون داشته باشن فکر میکنم در این قسمت ما یک تعریف مشخص بازی بله. مقدس داریم خب اوگر یا شای باید واضح هوه ما د شزو د مکاتب و د تحصیل و د کار زمینه بله. صحیح؟ بله. پخوانی تیر حکومتونو کې دغه دوه لسیزو حکومتونو کې تاسو وګورئ د معرف وزارت ته تقریبا کلنۍ بودیجه تاسو حساب کوئ اوس حساب کوئ دوی نه دي ویلي چې موږ خدای نخواسته موږ دغه د ښځو مکاتب په صورت کلي تړلي دي دغه اوس نجونې پوهنتونونو ته ځي مګر دوی په هغه پارسي بګم براهکاري کې یا میخواین
بله او را باید واضح بکنن بسیار. که واضح کرده تا یک اندازه ببینین طالب جمع حکومت و بلند پایه طالبا تا هنوز سخنی نگفته که ما میبندیم مکاتب مگر زمینه سازی امیال فعلا مکاتب دخترها تنها نه امیال وضعیت این درست است که از بطن حکومت وضعیت که امیال فعلا جریان داره تنها برخوردار حداقل حداقل است که مردم برخوردار ما شده و دیگه است تا هنوز حکومت در راستای اقتصادی در گراب بسیار پایین قرار داره نمیتونه کرده که از بدون ماش بله. خب یا میاین در چرا که علی موضوع قطر بسیار واضح یک پیام سبزی است به هم به طالب هم به دنیا هم به مردم افغانستان باید طالب بپردازه به حقوق زن به تحصیل زن بر وضعیت اقتصادی مردم به کار به خاطر کار اگر این چیزا نباشه بح. فکر نکنم که اگر خطر چیز تضمین سلامت بکنه. باشین ما آقای حدید خب مباحث صورت میگیره مطرح میشه اما میخوایم بپرسم به عنوان راهکار دیدگاه شما چی است که بدون میانجیگری کشورها بدون از اینکه ما باز هم به کشور دیگه تکیه بزنیم از کشور دیگه خواهش کنیم که برای ما کار انجام بده خود حکومت امارت اسلامی چی کارهایی را انجام داده میتونه که کشورهای جهان خودشان تمایل پیدا کنن بیان با افغانستان روابط حسنه داشته باشن چون ما امروز با دهکده جهانی روبرو هستیم و هیچ امکان نداره که کشورها در عدم ارتباط با هم به سر ببره و بتونه موفق شون همون اندازه که افغانستان با کشورهای دیگه نیاز داره کشورهای دیگه هم علاقمند است و نیاز داره که با افغانستان روابط داشته باشه حکومت امارت اسلامی چه راهکارهایی را میتونه در پیش بگیره که خود حکومت مستقیم بدون میانجی بدون از اینکه کشورهای دیگه مداخله کنه روابط برقرار کنه با کشورها کشورهای دیگه نسبت به فعلا که راهکاری را که خود طالب یا حکومت طالبا به پیش انداخت که امروز قطری را پیش میبره تا دیگه کشورها در این وضعیتی نیست که چرا که خود مردم افغانستان یک اساسیت دیگه داره که مثل پاکستان و ایران و دیگه کشورها چون یا در سالهای گذشته تا امروز تا کاری نکرده بود که بر وضعیت افغانستان ای که بدتر ببره به بهتر بیارش یگانه کشوری که ما پیشتر باز تکرار میگم که یگانه کشوری که امروز حاکمیت طالبان را تضمین کرد و پروسه را تا جرسان یک رای حل که یک راهکاری که هم رای حل و هم راهکاری که طالب داره اونم کشور است چرا که میان جگری بکنه چرا که در امورات افغانستان غیر از تفاهم‌نامه قطر چیز قطر و طالب یا امریکا ده هیچ امورات دست نداشتن و قطر فعلا در وضعیتی است که اینمی موضوع را اینمی راهکاری را که طالبا پیشنهاد کرده این شاید در روزه نزدیک خود حکومت نمیتونه در رفتار و روی کرد خودش تغییرات بیاره و مستقیما با کشورها وارد روابط شوند چه لزوم داره که کشور دیگه باید بیاره ببینید شما تا او وقت نمیتونه کرده یک کشور که یک روابط که میخواه یک کشور دیگه با لحاظ دیپلماسی تا که یک کشور به رسمیت شناخته نشوه ببینین امیال زیر تاثیر امریکا کشور غرب امیال حتی کشور همسایه اگر بحث رسمیت می بود چرا این کوتا پاکستان که ما بر شهر مرز هستیم چرا نمیپذیره حکومت در دور اول امارت اسلامی اینو بسیار رول بازی کرده بود اینم کشور ایران کشورهای اسلامی دیگه ما بسیار ببینید که تا هنوز بله. چرا وابسته تمامش به امر و به هدایت امریکا است بله. خب چیزی است حکومت هم میخواهد که انظمی بنبست و انظمی وضعیت ای که یک کشوری که از لحاظ اقتصادی از لحاظ کمک از لحاظ دخالت و دیگه بشناسش طالب هم میخواهد حکومت هم میخواهد که اگر به رسمیت هم شناخته میشه باید از دست بالا بشناسید بله. خود جامعه ملل هم در این تلاش است اینجا تنها بحث کشور امریکا نیست اینجا جامعه ملل هم مستقیما در این موضوع دخیل است که سر قطر همراهش بله. گفتگو کرده و امروز
ان شاء الله ما شما خواهیم دید که بسیار زود وضعیت کشوری که فعلا ما شما قرار داریم بیرون بر خیلی ممنون از شما جناب آقای درویش هدی تحلیلگر مسائل سیاسی که به بحث حضور پیدا کرد خیر بر سلام علیکم بنهای عزیز ارجمند نیو زاویه امشب که تقدیم شما شد از همراهی شما سپاسگزار هستیم و امیدواریم که در آینده نه چندان دور ما شاهد یک حکومت با اقتدار و توانمند باشیم در افغانستان که بدون دخالت کشورهای دیگر خودش مستقلانه بتانه در برقراری روابط و اعمال اقتدارش و خدمت برای شهروندانش در ساحه‌های مختلف از جمله در نظر گرفتن حقوق همه شهروندان پیش قدم باشه. تا درود دیگر، بدرود.